شکر برای این منجی و شفی آسمانی که میگه در حضور خداوند در دست راست خدای پدر نشسته در جایی که قدرت اوست و برای یکی که ایمانداران شفاعت میکنه هللویا خداوند امشب که در خانه تو هستیم عیسی مسیح و ما رو با نام خودت نجات دادی ای خداوند امشب میخوایم کلام تو یکی که ما رو بنا کنه یکی که ما رو خداوند رو تسلی بده ای خداوند کلام تو بندها رو آزاد کنه ای خداوند و امشب همطور که کلام تو به سراسر دنیا صادر میشه ای خداوند قلب ها متوجه تو بشه همه اینها رو در نام تو عیسی مسیح میطلبیم آمین شکر همینطور که میدونید کتاب پیدایش رو داریم ادامه میدیم و خیلی با اشتیاق سعی میکنیم این کتاب رو تا آخر نوام تموم کنیم و تو قلبم خداوند من گذاشته که برای سال جدید در اقعید ایام کریسمس از کتاب یوحنا شروع کنیم و بریم تو انجیل و میدونم الان این کتاب پیدایش رو که تمام میکنیم به ما یک زیربنای خیلی زیبایی داده از شخصیت خدا و اون چه که خدا از انسان میخواد و اون چیزی که ما باید بهش توجه کنیم تا اینجا دیدیم کتاب مقدس کتاب پیدایش داره به ما میگه که فقط با ایمانه که انسان عادل محسوب میشه ایمان به خدایی که اسمش یهوه است و در عهد جدید اسمش عیسی مسیحه خداوند میگه با ایمان به عیسی مسیح که ما عادل محسوب میشیم بنابراین اینجا میبینیم از همون اول خداوند با شریعت نمیخواد ما رو نجات بده در شریعت به ما داده شد که چی باشه متوجه شیم چقدر قاصریم چقدر گناهکاریم چقدر نقص داریم و چقدر کمبود داریم تا اون موقع دستهامو با آسمون بلند کرده و بگیم خداوندا به تو احتیاج داریم که ما رو نجات بدی چون اگه بخوایم شریعت تو رو انجام بدیم همه ای ما سقوط کردیم همه ای ما ناقصیم و نمیتونیم انجام بدیم در باب چهل کتاب پیدایش میبینیم یوسف که براش ای درست میکنه زن فوتیفار فوتیفار رئیس زندان دربار بود و زنش برای او توتعی میچینه که او رو به اتاقش بکشه و با او هم بستر شه و یوسف فرار میکنه چون مردی بود که می گفت اگر من چنین کاری بکنم نه تنها نسبت به اربابم خیانت کردم بلکه نسبت به خدا گناه کردم ولی ناحق میگیرنش و به زندان میندازنش و میریم به باب چهل کتاب پیدایش تا ببینیم خداوند چه مکاشفات دیگه ای رو اینجا بر ما گذاشته که امشب میتونیم اونها رو ببینیم به واضحی مدتی پس از زندانی شدن یوسف فرعون رئیس نانوایان و رئیس ساقیان خود را به زندان انداخت زیرا خشم او را برانگیخته بودند آنها را به زندان فوتیوار رئیس محافظان دربار که یوسف در آنجا بود انداخت آنها مدت درازی در زندان ماندند و فوتیوار یوسف را به خدمت آنها گماشت یک شب هر دو آنها خواب دیدند صبح روز بعد یوسف دید که آنها ناراحت هستند پس از آنها پرسید چرا امروز غمگین هستید گفتند دیشب ما هر دو خواب دیدیم و کسی نیست که آن را تعبیر کند یوسف گفت تعبیر کردن خوابها کار خداست به من بگویید چه خوابهایی دیده اید یوسف مدتی که دو زندانه چند سالی تو زندانه و رئیس این زندان هم فوتیواره که او رو به زندان انداخته ولی با این حال که یوسف تو زندانه امور زندان رو میسپره دستش در حقیقت فوتیوار خودش میدونست کرم از خود درخته این زنش بود که باعث شد یوسف بیفته توی زندان میدونست شخصیت یوسف چه شخصیتیه میدونست مردی با وقاره خدا پرسته و پر از شخصیت های نیکوه و فوتیوار زن خودش هم خیلی خوب میشناخت برای همین به خاطر آبروی خودش و زنش مجبور بود یوسف رو به زندان مندازه ولی وقتی یوسف به زندان میفته اونجا همینجوری نگرش نمیداره میگه باش اینجا آزادی داری تو رئیس بقیه زندانیا باش در همین زمان دو نفر دیگه از دربار به زندان میفتن یکی که ساقی دربار بود در حقیقت کسی بود که این جام شراب پادشاه رو مزه میکرد قبل از که پادشاه از این جام بنوشه چون برای پادشاه اون موقع خیلی توتعه ها بود میتونستن زهر بهش بدن و بکشنش یکی رو داشتن که همیشه کنارش پادشاه بود و هر موقع پادشاه میخواست شرابی بنوشه اول این شخص باعثی مزه مزه, مزه میکرد و مشاهده میکنن که آیا این شخص میمیره یا نه و بعد اون موقع بود که پادشاه از اون جام می نوشید برای ساقه دربار رو به زندان می دازن و همینطور نونوای دربار رو رئیس نونوا نانوایان دربار رو در اقل مثلا اینکه یک توتهی هم برای پادشاه چیده شده بود که حالا مشخص نیست دقیقا کی گناهکار کی نیست ولی به نظر میاد یا از طریق قضا میخواستن اون رو بکشن یا از طریق شرابش ولی موقعیت جوری میشه که این دوتا به زندان میافتن ولی باز اینجا دست خدا رو توی زندگی یوسف داریم میبینیم میبینیم چطور خداوند از این دو نفر استفاده میکنه که یوسف رو بعدا از زندان بیرون بیاره و او رو مقام دوم مملکت بکنه چقدر جالبه اگر زندگی ها رو ما رو بشینن مرور کنن سالها بعد و یا خودمون یه فرصت داشت باشیم بریم و سالهای زندگیمون رو مرور کنیم خیلی جاها ممکنه متوجه شیم که خدا دستش تو زندگی ما بوده و چطور ما رو از خطرها نجات داده از توطعه ها نجات داده از سختی ها نجات داده و نباید تعجب کنیم که اگر خداوند از اشخاصی تو زندگیمون استفاده کرده که این کار انجام بده خدا برای اینکه اون نقطه ایمان رو از زندگی ما بیرون نندازه خودش نمیاد شخصا ظاهر شه و این کار رو انجام بده خب در طی سالیان میبینیم حتی از اشخاصی استفاده میکنه که این کار رو انجام بده چون کلام خداوند میگه هیچ چیزی به جز ایمان خدا رو خوشدود نمیکنه. بنابراین تو این زندگی ما این رو بدونید. خدا نمیاد جلوتون ظاهر شه و بخواد کاری رو انجام بده که دیگه شما احتیاج به ایمان نداشته باشین در رابطه با زندگی با او. خداوند همیشه شما رو جایی قرار میده تو زندگیتون که در صحنهای زندگی در جفاهای زندگی سختیهای زندگی شما مجبور شید به خدا تکیه کنید تو میدونید این ایمان چیه؟ ایمان فراتر از درک و منطق ماست اگر بخوایم زندگیمون رو یه موقع محاسبه کنیم و براش فرمول بریزیم و بخوایم اونجوری عمل کنیم میبینیم به بومبست میخوریم چند نفر میتونن شهادت بدن؟ <applause> چقدر اومدیم براش پلان ریختیم؟ گفتیم آقا میخوام این کارو بکنم اینجا باشم چند سال دیگه اینجوری باشه برنامهم این باشه اون باشه انجام نشده و چقدر خودکشی میکنن سر این مسئله چون به اونجا نمیرسن من وقتی به امریکا اومدم میخواستم یه پزشک باشم میخواستم یه پزشک جراح باشم در حقیقت میخواستم یا پزشک قلب باشم یا پزشک مغز جراح مغز و واقعا اون علوم طبیعی رو خیلی دوست داشتم خیلی علاقه داشتم و وقتی اومدم وارد دانشگاه شدم یک مشاور تو دانشگاه اصلا رأی من زد به کل گفت نه اصلا دانشجویان خارجی رو اینجا برای پزشکی اصلا قبول نمی‌کنن تا وقتت تو تلف کنی میری یه بایولوژیست میشی گفتم ای بابا از من برای این منظور اومدم آمریکا ها. و خب نشستم گفتم خدای چیکار کنم بعد گفتم خب دیگه دیگه باید دکتر بشی یا مهندسی که بریم مهندس بشی حالا من ریاضیات چقدر بدم میومد <applause> واقعا ریاضیات خوشم نمیومد گفتم باشه دیگه حالا شکار کنیم دیگه نمیشه که یه بیولوژیست باشی و شروع کردم و دیدم نه بعد از یه مدت که شروع کردم ریاضی رو خوندن دیدم چقدر نه اتفاقا شیرینه خوشم اومد و بعد خب رفتم مدرک مهندسی مکانیک رو گرفتم و بعد خب الانم رشتم که هم مکانیک هم الکترونیک ولی نقشه های خدا چجوری بود از یکی استفاده کرد که جهت من عوض کنه چرا چون من الان یک پزشک بودم شما من اینجا نمیدیدید که بخوام مشغول کار خدا باشم الان دو تا پیجر اینجا و یکی تو گوشم و یکی کولم و همینجور بوغ و بیب و هر چی که بگیم میزد که الان بیا مریض داره میمیره اون یکی سخت جنین کرده اون یکی نمیدونم چیز شده بود و این حالش خراب اون یکی تصادف کرد دیگه نمیتونستم کار خدا را انجام بدم ولی از این جهت که خدا برای من نقشه و منظوری داشت که اگر دوازده سال پیش به من میگفتین <applause> میگفتم یا شما دارین یه چیزی میکشین که خیلی گرونه خوب دود میکنه یا اینکه واقعا عقلتون از دست دادین من <applause> یا بشم یه کیشیش اصلا what are you talking about به قول فرانسوی ها باورم نمیشد ولی ببینید نقشه های خداوند فراتر از درک و فهم ماست فراتر از منطق ماست برای همینه وقتی میخوام به آینده فکر کنم میگم هرچی خواست و اراده ای تو ای خداوند و چقدر نیکوه خواست و اراده ای خدا چون دوازده سال از اون موقع میگذره که خداوند منو خون منو نجات داد و امروز که اینجا وایستدم پشیمونم نه خدا رو شکر میکنم پشیمونم که دکتر نشدم؟ نه نه چون الان اینجا وایستده میتونم وقت داشته باشم خانواده هم برسم میتونم کلام خدا رو بشارت بدم و هموطنان هم خدمت کنم در این مورد و شکر بنابراین یوسف هم جایی قرار گرفته که باز خدا در کنترل زندگیشه ولی قلب یوسف رو نگاه کنیم برادراش او رو فروختن به یه کاروان اسماعیلی او رو به عنوان برده آوردن تو مصر بعد از اینکه یه ذره دستش باز شد تو خونه فوتیفار زنش بر اون توته چید و او رو به زندان انداخت الان سالها تو زندانه و میتونست قلبش خیلی سخت باشه بگه خدای آخه بابا مگه نمیبینی چی داره بر من میگذره آخه ببین چه دنیاییه چه بدیها چه جفاها ها ها بر من شده میتونست قلبش خیلی سخت باشه و همون جور دور خودش پرسه بزنه تو زندان و این دو نفر که به زندان افتادن این ساقی و این نانوا به اونا اهمیت نده ولی میبینیم یوسف به محضی که میبینه اینا ناراحتن میره میگه چی شده فکرش رو از خودش برداشته و متوجه دیگران کرده این قلب یک خادم خداست کسی که افکارش متوجه زندگی خودش نیست متوجه این که چی کم دارم چی بهم نرسید ارسم چی شد چی از هم دوزیدن مملکتم چرا اینجوری شد چرا پولام رفت چرا اونجوری شد چرا زنم رفت چرا شوهرم رفت نه. یک خادم خدا در هر شرایط زندگی که قرار میگیره باز میبینه قلبش برای مردم داره میره و متوجه خودش نیست یوسف هم تا میبینه این دو نفر تو زندان ناراحت هستن از خوابی که دیده بودن میاد میگه چی شده؟ چرا غمگینی؟ اینا غمگین نبودن مثل که تا موقعی که این دو رو دیدن و ببینیم این خوابایی که اینا دیدن چیه؟ اول رئیس ساقیان خوابی را که دیده بود چنین تعریف کرد دیشب در خواب درخت انگوری را دیدم که سه شاخه داشت ناگاه شاخه ها شکفتن و خوشهایی زیادی انگور رسیده دادند من جام شراب فرعون را در دست داشتم از خوشهای انگور را چیده در جام فشردم و به او دادم تا بنوشد. یوسف گفت تعبیر خواب تو این است منظور از سه شاخه سه روز است تا سه روز دیگر فرعون تو را از زندان آزاد کرده دوباره ساقه خود خواهد ساخت پس خواهش میکنم وقتی دوباره مورد لطف او قرار میگیری مرا به یاد آور و سرگذشتم را برای فرون شهر بده و از او خواهش کن تا مرا از این زندان آزاد کند زیرا مرا که ابرانی هستم از وطنم دزدیده به اینجا آوردند حالا هم بدون آن که مرتکب جرمی شده باشم مرا در زندان انداخته وقتی رئیس نانوایان دید که تعبیر خواب دوستش خیر بود او نیز خواب خود را برای یوسف بیان کرده گفت در خواب دیدم که سه سبد پر از نان روی سر خود دارم در سبد بالایی چندین نوع نان برای فرون گذاشته بودم اما پرندگان آمده آنها را خوردند یوسف به او گفت مقصود از سه سبد سه روز است سه روز دیگر فرون سرت را از تنت جدا کرده بدنت را به دار می آویزد و پرندگان آمده گوشت بدنت را خواهند خورد سه روز بعد جشن تولد فرعون بود و به همین مناسبت زیافتی برای مقامات مملکتی ترتیب داد. او فرستاد تا رئیس ساقیان و رئیس نانوایان را از زندان به حضورش آورند. پس رئیس ساقیان را به کار سابقش گمارد ولی رئیس نانوایان را به دار آویخت. همانطور که یوسف گفته بود اما رئیس ساقیان یوسف را بیاد نیاورد. یوسف قبل از که بشنوه این دو خواب چیه؟ جلال میده به خدا میگه تعبیر خواب از خداست نه از انسان اگه دنبال یکی میگیری که تعبیر کنه داری اشتباه میکنی خداست که میاد میگه جریان چیه کلام خداوند در ابریان باب یک میگه در ایام قدیم خداوند از طریق انبیا در خواب و رویا با مردم صحبت میکرد ولی در این ایام آخر به توسط پسرش عیسی مسیح با ما صحبت میکنه و خدا رو شکر که تو این روزهای آخر خداوند از طریق کلامش که اینجا گفته شده با ما صحبت میکنه وگر نه خیلی مشتاق بودیم که صبح از سخت پایین نیاییم پتو رو بکشیم رو سر خودمون بریم چرت بزنیم تا خوابمون ببره ببینیم خواب چی میبینیم تا ببینیم خداوند برای زندگی ما چی میخواد ولی خدا رو شکر که خداوند از طریق کلامش با ما صحبت میکنه دیگه احتیاج نداره میتونیم همون چهار صبح از تخت بپریم پایین بریم به حضور کلام خداوند و ببینیم خداوند چی داره به ما میگه خدایی که همیشه حاضره با ما صحبت کنه زیاد نباید تکیه به خواب و رویا کرد برقیده من چون اگر بخوایم اینجوری زندگی کنیم ممکنه خوابهایی که از تراوش افکار خود ماست ما رو گمراه کنه چون تو کلام من میگه میگه اگر شرایطت سخته روز بدی رو داشتی تو میتونی خوابای ناگواری ببینی خب بنابراین نمیشه به خواب رویا اونقدر تکیه کرد ولی اگر خداوند پیامی میده در خواب و یا رویا چجوری محک میزنیم که از خداست و نه از تراوش مغز ما افکار ما موقعی که با این کلام میبینیم مطابقت داره محکش اینجاست خود من بارها خواب دیدم و نمیدونستم چی فکر کنم و خب به که واقعا اطمینان داشتم بهشون گفتم و سپردم دست خدا من گفتم خدای اگه این از تو این پیام تو بود خب خودت میدونی دیگه چجوری پیش بری و انجامش بدی ولی نخواستم روش پافشاری کنم یکی از اون خواب های نجات بعضی از عزیزان توی خانواده بود که دیدم خداوند بعدا نجات داد و شکر الان عزیزان از ایران به ما زنگ میزنن و میگن ما تازه ایمان آوردیم و کتاب مقدس هم تو دستمون نیست بخونیم برای همین به شما زنگ زدیم من و خانمم دیشب یه خواب دیدیم خیلی عجیب بوده خواب دیدیم که دنیا داره میسوزه آتیش داره میگه از آسمون داره یخهای چل کیلویی میاد مثل تگرگ ولی عظیم و اصلا دنیا داره به هر و مرج و اصلا داره به طرف نابودی میره میبینیم دنیا مثل موج دریا شده این جریانش چیه؟ بعد خانم هم دیده که یه شخصی روی اسب سفید داره میاد این یعنی چی؟ بعد برادر که پای تلفن با ایشون صحبت میکردن بهش گفتن عیز جون <laughs> 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 کاش کلام <کاش> <کاش> خدا رو داشتی الان میتونستم <هم> بگم کدوم سفر رو نگاه کنی و ببینیم اون چی که تو دیدی دقیقاً توی کلام خداست تو مکاشفه است تو کتاب مکاشفه خدا من داره از اون وقایعی که باید پیش بیاد در اون هفت سال مصیبت عظیم داره با تو صحبت میکنه و اون کسی که رو اسب سفید نشسته عیسی مسیحه که میاد که سلطنت شو آغاز کنه این زن و شوهر دو تا خواب جدا دیده بودن ولی درست همه هنگ با کتاب مکاشفه بود و خب براشون توضیح دادیم اونچه که کلام گفته و خدا رو شکر ولی باید باید مواظب باشیم بسیاری هستن از انبیای دروغین که در حزقیال باب 13 و جاهای دیگه خداوند راجع به اونا ذکر کرده که میگه چیزهایی که من نگفتم رو رویاهایی رو که من بهشون ندادم خوابهایی رو که من بهشون ندادم اونها از افکار بد خودشون تراوش میکنه و به شما میگن که این کلام خداست خدا این رو به ما گفته که به شما بگیم خدا گفته من اونها رو داوری و مجازت بسیار سخت میکنم ولی تو این ایام آخر تو این روزهای آخر ما چجوری باید زندگی کنیم اگر خواب و رویایی هست که مطابق این کلامه خوبه خدا رو شکر خداوند یه موقع رو را جلو به ما میده برای بیداری کلیسا خداوند یه موقع مکاشفات و رویاهایی میده به ایمانداران که کلیسا رو به جهت بیداری سوق بدن ولی هیچ چیزی نمیتونه جای کلام خدا رو بگیره اون چی که اینجا گفته برای همین ما باید دانشجویان که دا مقدس باشیم و وقتی میریم در جزئیات و مطالعه میکنیم اون موقع است که میتونیم یک نبی دروغین رو از یک نبی که خدا داره باش صحبت میکنه تشخیص بدیم و گمراه نشیم و گول انبیای دروغین نخوریم رئیس ساقیان میگه من میبینم درخت انگوری که سه شاخه میده انگورای رسیده جام شراب فرعون رو میگیرم این انگور توش میچلونم و جامو میدم به فرعون که بنوشه و تعبیر خواب و یوسف بهش میگه میگه سه روز دیگه تو میری و تو آزاد میشی و اون نونوام میگه میگه من میبینم سه طبق نون رو سرمه و نونهای مختلف برای فرعون در طبق بالایی درست کردم وقتی که میگه پرندگان اومدن این نونا رو خوردن یوسف تعبیر میکنه براش از طریق خداوند که کله تو بالای دار میره تو کشته میشی میبینیم دقیقا اون چی که یوسف به این دو شخص میگه انجام میشه رئیس ساقیان آزاد میشه و نانوا به دار آویخته میشه مکاشفه اینجا هست از کلام خدا که امشب سعی میکنم با این زبان الکن یه ذره بازش کنم عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم ایسای مسیح فرمود که این خون منه که گناهان شما رو میبخشه عیسی مسیح فرمود من نان حیات هستم و فرمود خون من باعث بخشش گناهان بسیاری میشه همینطور که اینجا یوسف خواب رو داره تعریف میکنه تعبیر میکنه و این ساقی میگه این انگور رو گرفتم و چلوندم تو این جام در اقدر مکاشفه ای به اون چیزی که بایستی انجام بشه رجوعی به اون چی که باید در آینده انجام بشه میکنه که مسیح میاد و بدن او چلانده میشه روی صلیب و خون او ریخته میشه برای بخشش گناهان این خون مسیح کلام میگه که ما رو آزاد میکنه از اسارت شیطان میبینیم رئیس ساقیان آزاد شد بعد از سه روز سه روز داره از چی صحبت میکنه ما رو به یاد چی میندازه قیام بعد از مرگ مسیح مرد و روز سوم قیام کرد یادتونه البته روز سوم قیام کرد زنده است اون چیزی بود که من هیچ وقت نمیدونستم تا اینکه اومدم کلام خداوند خوندم مسیح جس پوشید مثل من و شما انسان شد اومد بین ما خدا اومد در جسم انسانی بین ما برای این منظور که به دار آویخته شه جای من و شما رو بگیره چون کلام خداوند میگه بجز ریخته شدن خون بخشش گناهان وجود نداره برای همینه به قوم یهود خداوند این دستور داده بود که سالی یک بار یک برایی رو یک گوسفندی رو بیارن و تمام گناهان قوم رو رو اون بره بذارن و کاهن اعظم اون رو قربونی کنه اون بره رو قربونی کنه تا سمبلی باشه از اون که مسیح در آینده انجام میده خود من این رسم رو به یهودی ها یاد داده بود که به وسیله قربانی این بره گناهان شما برای یک سال پوشیده میشه و سالها اینها تو معبد این کار رو انجام میدادن و خداوند داشت به اونا یاد میداد که روزی برای آسمانی اون بره بیگناه عیسی مسیح میاد و برای یک بار و برای همیشه قربانی میشه و گناهان ما رو نه تنها میپوشونه بلکه از بین میبره و دیگه پدر هیچ وقت به یاد نمیاره گناهان ما رو و این نون مسیح گفت بدن منه که برای شما پاره پاره میشه این جسم باید پاره پاره میشد چون در جسم هیچ چیز نیکویی وجود نداره کلام میگه این جسم باسی به دار آویخته میشد مصلوب مسلوب میشد این من و شما بودیم که به صلیب باسی مسلوب میشدیم باسی به دار آویخته میشدیم به خاطر گناهانمون خب ممکنه یکی بگه بابا چرا اینقدر میگی تو گناهکاری خب من آدم خیلی خوبی هستم من گناهی ازم سر نزده گناهان به من شده که من به کسی نکردم میدونم منم یه موقع همینجوری فکر میکردم تا <applause> اومدم این کلام رو خوندم که مثل آینه یه جلوی من قرار گرفت و در اون وجود خودم رو به من نشون داد این کلام در درجه اول میگه هیچ انسانی خوب نیست هیچ انسانی نیکو نیست همه گناه کردن و از جلال و استاندارد خدا قاصرن چرا وقتی که گناه وارد باغ عدن شد اون انسانی را که خدا آفریده بود که به سیرت خودش بود میگه اون سیرت در انسان شکست و دیگه انسان هیچ وقت نمیتونست با استانداردهای خدا زندگی کنه چون گناه وارد او شد مثل یه ویروس و به همه ای ما رسیده و اگر میگین گناهی نکردین از خودتون بپرسین آیا خشمی در قلبتون بوده آیا حسادتی بوده آیا ای بوده همه ای ما مقصریم و اینقدر با خداوند جنگ نکنیم که بگیم ما گناهکار نیستیم همه ای ما گناهکاریم و خدا رو شکر ایزانی که متوجه شدن گناهکارن چون میدونی موجود چیه؟ کلام خداوند گفت فهمیدی گناهکاری خدا رو شکر حالا به من توکل کن به من ایمان بیار که اون کاری که من برای تو کردم مثل یک هدیه است هدیه مجانی اینو از من دریافت کن که گناهان رو تو رو میپوشونه و دیگه گناهان تو به حساب تو نخواهد اومد و تو برای این گناهان داوری نخواهی شد من نمیدونم کی تو دنیا تونسته به ما چنین وعده بزرگتر از این به ما بده کسی که داره به ما حیات جاوید رو میده وقتی که میایم به حضور خداوند و روح قدوس خداوند با اون صدای ظریفش با ما صحبت میکنه وقتی این کلام میخونیم یا میبینیم یه چیزی اینجا پاره میشه اون موقع متوجه میشیم که نه 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 یه چیزی اینجا خرابه هیچ که نمیتونه منو جلوی خانمم خم کنه وقتی که میخواستم طلاقش بدم شهادت منو میدونین دیگه جز صدای روح القدس نصیحت پدر مادر نمیدونم نصیحت خانواده دکتر روانشناس نمیگه دیگه شما هر چی که بگی یه جوری کار خودم رو توجیه میکردم ولی وقتی که صدای روح القدس با اون صدای ظریف با من صحبت کرد تموم شد تموم شد و بعد روز بعدش شروع کردم این کلامو خوندن که ببینم اون کسی که با من صحبت کرد اون عیسی مسیح که من صدا کردم اون شب کی بود تو این کلام پیداش کردم و عجیب بود وقتی یوحنا رو میخوندم میدیدم همون صدا همون لحن صحبت که اون شب منو صدا کرد با من صحبت کرد اشکالای زندگی ما گفت داره با همون لحن تو این کلام صحبت میکنه و عجیب بود نمیدونم شما این رو توجه کردین یا نه و متوجه شدم خدایی که اون شب صداش کردم که در نام عیسی مسیح منو ملاقات کرد همون خدایی کتاب مقدسه و شکر زندگی ما عوض کرد نه تنها من بلکه خانوادم بلکه بسیاری از افراد خانوادم و بسیاری از هموطنانم هم در تا این دوازده سال خداست که اومد به این دنیا وجودش اون بدنی که گرفته بود مثل این خوشه انگور چلانده شد خون اون بر صلیب ریخته شد تا برای ما بخشش گناهان باشه این بدنی که به خودش گرفته بود تکه پاره شد به صلیب آویخته شد برای همین مسیح گفت منو به این رس به یاد بیارید بیاین تکه نانی رو بگیرید اصاره از جام انگور رو بگیرید و بخورید و منو به یاد بیارید که من برای شما چه کار کردم رئیس ساقیان آزاد میشه و سمبل خون مسیحه که ما رو از اسارت گناه آزاد کرده دیگه ما برده نیستیم مسیح گفت دیگه من شما رو برده و غلام نمیخونم شما برادران من هستین چون برده و غلام از اسرار اربابشون هیچ خبری ندارن ولی من شما رو از اسرار خودم از اسرار پدر آگاه کردم شکر کلام خداوند خیلی عجیبه نه چیزی که باعث 1500 سال بعد شاید 1700 سال بعد روی صلیب انجام میشد اینجا گفته شده بود خداوند داشت با زندگی و حکایت زندگی یوسف نقشه نجات ما انسان ها رو روی صفحه کاغذ میورد این محبت خدا و اهمیت خدا برای یکی که ما رو نشون میده میدونین چقدر جفاها بر سر این کلام خدا آمده خواستن به این ببرن آتیشش بزنن بسوزوننش که به دست انسان نرسه و نشده چرا؟ چون خدا که کلامش رو داده خدای قادر مطلقه میتونه کلامش حفظ کنه و برای خدا ما چقدر اهمیت داریم که خواسته ما بدونیم جریان چیه و میگه با شناخت منه عیسی مسیح فرمود شما حقیقت رو خواهید شناخت و این حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد و امروز بسیاری میتونیم شهادت بدیم که آزاد شدیم آزاد از چی؟ بندها و اسارتهای گناه آزاد از شریعت و مذهب آزاد از پوچی و فلسفه های انسانی از هزار جور چیزهایی که ما رو به راههای خودش برده بود و به این مکتب میرفتیم به این سمینار می رفتیم به این دکتر گوش می دادیم به این واعظ گوش می دادیم و می گفتیم چرا هیچ کدوم از اینا این درد منو دوا نمیکنه چرا این قلب من خالیه چرا به پول می رسم باز قلبم خالیه چرا ماشین دارم خونه دارم همه چی دارم باز قلبم خالیه چرا وقتی به آینده نگاه می کنم امیدی نیست چرا وقتی به حیات بعدی نگاه می کنم حیات جاوید نگاه میکنم برام رنگ و بویی نداره نمیتونم باورش کنم و برام سیاهه برای اینکه اون خلایی که خدا در انسان گذاشت نمیتونه هیچ جوری دیگه پرشه به جز وجود خدا که میاد این خلا رو به طور کامل پر میکنه آیا منم که فقط اینجوری حس میکنم یا شما عیزانم همینطور آمین فقط خداست که میتونه قلب و وجود ما رو پر کنه و هر چی بیشتر این جسم رو مصلوبش کنیم همینطور که مسیح مصلوب کرد روی صلیب و در روح تفکر کنیم و پیش بریم این وجود ما راضی و راضی تر میشه شکر یوسف با اینکه توی زندانه ولی آزاد در حضور خدا داره زندگی میکنه و خیلی توی این دنیا آزادن و زندان در زندان اسارت گناه هستند اسارت دوری از خدا و خدا رو شکر که مسیح گو من اومدم تا شما حیات داشته باشین و زندگی رو با پری آمین شکر خداوند واقعا از تو ممنون هستیم که تمام صفحات تو ای خداوند صفحات این کلامت خداوند از محبت تو صحبت میکنه از فیض و رحمت تو صحبت میکنه از قلب تو صحبت میکنه نسبت به یکی که ما انسان ها ای خداوند خداوند امشب که به حضور تو اومدیم و از کلامت شنید ای خداوند قلب و افکار ما رو تسلی بده و در خودت بنا کنه ای خداوند اگر هر چیزی از وجود ماست که بایست خداوند به دار آویخته شه ای خداوند به ما این قوت رو بده که او رو از خودمون جدا کنیم و خداوند شکرت میکنیم که به ما این امید و این ایمان رو دادی که بدونیم در خون عیسی مسیح حیات ای خداوند و بخشش از گناهان خداوند امشب باشی که خون تو یکیه که ما رو بپوشونه نه تنها ما بلکه خانواده هامونو فرزندانمونو و ای خداوند این خون رو بر قوممان ایران میپاچیمه ای خداوند که وطنان ما در هر جایی که هستن در سراسر دنیا دنیای ای خداوند این پیام با قلب اونها صحبت کنه کلام تو به اعماق قلب اونها نفوذ کنه و اونها رو به سوی خودت متوجه کنه همه اینها رو در نام منجیمون عیسی مسیح میطلبیم آمین شکر